با سلام به بینندگان عزیز جناس تیوی، من ماشالله رزمی برای برنامه فارسی امروز به مدت یک ساعت و نیم در خدمت شما خواهم بود. هموطنان عزیز، صحبت امروز ما در دو قسمت است. در قسمت اول راجع به روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی و در قسمت دوم راجع به انتخابات افغانستان و ویژگی های آن صحبت خواهیم داشت. در این قسمت راجع به مسائلی که بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا بر سر موضوع حقوق بشر به وجود آمده است با شما سخن خواهم گفت. هموطنان عزیز در جریان هستند که در هفته گذشته اتحادیه اروپا قطعنامه نسبتاً مفصلی در مورد نقض حقوق بشر در ایران علیه جمهوری اسلامی صادر نمود. این قطعنامه نسبتاً مفصل که ابعاد مختلف نقض حقوق بشر و عدم رعایت اصول دموکراسی را در بر می‌گیرد، مورد اعتراض شدید بخشی از سران جمهوری اسلامی و به ویژه نیروهای به اصطلاح اصولگرا واقع شده است. در این مورد رؤسای گوای سگانه اظهار نظر کردند. البته اظهار نظر حسن روحانی نسبت به اظهار نظر نماینده مسئول قوه قضاییه و همچنین رئیس پارلمان متفاوت بود. حسن روحانی در اشاره به این قطعنامه گفت که اتحادیه اروپا در گذشته قطعنامه‌های شدیدتر از این علیه جمهوری اسلامی صادر کرده است، ولی عجیب است که این بار در داخل ایده این مسئله را بزدور کرده و سرصدا راه انداختن و این انتقاد تلویحی در واقع از رقبای سیاسی حسن روحانی بود که در مورد رابطه دولت فعلی با اتحادیه اروپا او را تحت فشار گذاشتند. موضوع از اونجا آغاز شد که چندی پیش یک هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به سرپرستی خانم کاترین اشتون مسئول روابط خارجی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران سفر کردند و ضمن دیدار با بعضی از مسئولین و نمایندگان مجلس در سفارت آلمان نیز با تعدادی از مخالفین جمهوری اسلامی یا در هر حال کسانی که از جمهوری اسلامی ظلم دیدند ملاقاتی داشته است. در این رابطه دیدار خانم کاترین اشتون با گوهر عشقی مادر ستار بهشتی بیش از همه جلب توجه می کرد. ستار بهشتی کارگری بود که به علت فعالیت در انترنت توسط جمهوری اسلامی دستگیر می شود و به اعتراف بازجوهایش زیر شکنجه کشته می شود. مادر او پیرزنی که تنها امیدش به تنها پسرش بود اکنون به همه مقامات جمهوری اسلامی برای دادخواهی مراجعه کرده، ولی هرگز کسی به داد او نرسیده است. دیدار خانم اشتون با مادر ستار بهشتی جنبه سمبولیک داشت و بیش از همه سران جمهوری اسلامی را عصبانی کرده است. خانم اشتون به غیر از اون با چند نفر دیگر از فعالین حقوق بشر در داخل نیز ملاقاتی داشته است، ولی دیدار او با یک پیرزن
ظلم دیده بسیار برای سران جمهوری اسلامی سنگین بوده و نشان میداد که مردم ایران در واقع از حکومت جمهوری اسلامی ناامید شدند و حاکمیت پناه مظلومان جامعه نیست و آنان مجبورند به مراجع دیگر و کسان دیگر مراجعه بکنند. به دنبال این ملاقات بخشی از مطبوعات اصولگرا و همچنین بلندگوهای دیگر وابسته به جناح تندروی حاکمیت با الفاظ رکیک و در واقع ادبیات غیر دیپلماتیک اتحادیه اروپا و خانم اشتون را مورد حمله قرار دادند و انواع توهین‌ها و تهمت‌های ناشایستی به این زنی که در صحنه بین‌المللی شخصیت برجسته‌ای به حساب می‌آید روا داشتند. بعد از بازجشت هیئت پارلمانی اروپا از ایران و بعد از مشاهده رفتار زشت مسئولین جمهوری اسلامی با نمایندگان اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا بعد از شور مشورت قطعنامه‌ای در رابطه با نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی صادر نمود که بیش از موردهای قبلی سران جمهوری اسلامی را عصبانی ساخت. در این قطعنامه گفته می شود که از این به بعد هر هیئت اروپایی که به ایران مسافرت می کند باید با مخالفین جمهوری اسلامی، با زندانیان سیاسی و با فعالین حقوق بشر نیز دیداری داشته باشد. این قطعنامه دو پیام جداگانه داشت. یک پیام به هیئت‌های تجاری و اقتصادی اروپا بود و پیام دیگر به سران جمهوری اسلامی. پیام اول از این جهت که به دنبال آغاز مذاکرات اتمی بین ایران و کشورهای 5+1 بخشی از سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع اروپایی برای اینکه در ایران بعد از برداشته شدن تحریم‌ها برای خود جای پای داشته باشند، قبل از اینکه تحریم‌ها برداشته شود شروع به مسافرت به تهران نمودند. هیئت‌های از فرانسه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا و همچنین کشورهای اروپای شمالی برای بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری در ایران به تهران رفتند و در این میان مسافرت یک هیئت 100 نفره از صاحبان صنایع فرانسه به تهران بیش از همه جلب توجه می‌کرد. هرچند که آمریکایی‌ها به این تجار اروپایی هشدار داده بودند که هنوز تحریم‌ها برداشته نشده است و هر گونه اقدامی که تحریم‌های بین‌المللی را علیه جمهوری اسلامی بشنند به اصطلاح مورد تنبیه از طرف جامعه جهانی و به ویژه دولت آمریکا قرار خواهد گرفت. در هر صورت پیام اتحادیه اروپا به این سرمایه‌گذاران و به این تجار این بود که مسئله برداشتن تحریم‌ها و یا حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی به هیچ وجه نباید به این معنی باشد که جمهوری اسلامی تبدیل به یک دولت در واقع نرمال شده و تمام مقررات و ضوابط بین‌المللی را رعایت می کند. از جمله پیشرفت مذاکرات اتمی نباید باعث ندیده گرفتن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی باشد. در این رابطه به وضعیت حقوق بشر در ایران بعد از روی کار آمدن حسن روحانی اشاره می شود. همچنان که قبلا در گزارش احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مورد
نماینده ویژه سازمان شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران در گزارش خود قید کرده بود و همچنین بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد در نطق خود در سازمان ملل اظهار داشت. بعد از روی کار آمدن حسن روحانی وضعیت حقوق بشر و نقض حقوق بشر در ایران تشدید شده است. تعداد اعدام ها بسیار افزایش یافته و وعده هایی که حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود داده بود هیچ کدام عملی نشده و حتی قدم های نیز در رابطه برداشته نشده است. در قطعنامه اتحادیه اروپا تصریحا گفته می شود که حسن روحانی بر اساس وعده‌ای که در مورد حقوق شهروندی داده بود منشوری به نام منشور شهروندی را منتشر ساخت. انتشار این منشور و توجه به حقوق شهروندی از طرف اتحادیه اروپا مثبت ارزیابی شده، ولی قید شده است که در این منشور اصولی که در واقع به حقوق شهروندی مربوط می شود ندیده گرفته شده است. از جمله مسئله آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب و سندیکاها مطلقاً در واقع حقوق شهروندی قید نشده است. مسئله این است که حقوق شهروندی تصریح میکند که باید جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل کشور شکل بگیرد و بتواند در مقابل تعدی دولت به حقوق شهروندان از حقوق شهروندان در مقابل دولت دفاع بکند. در این رابطه نه تنها حقوق شهروندی در ایران رعایت نمی شود، بلکه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی بسیاری از موارد نسبت به زمان گذشته، نسبت به دوره احمدی نژاد نیز وخیم‌تر شده است. در اون رابطه مخصوصا آزادی مطبوعات زیر سوال رفته است. قرار بود سندیکای روزنامه نگاران دوباره فعالیت خود را آغاز بکند و آزاد بشود، که تاکنون اجازه فعالیت آزاد این سندیکا از طرف جمهوری اسلامی صادر نشده است. هرچند سندیکای روزنامه نگاران در ایران عموما از روزنامه نگاران اسلامی تشکیل شده بود، با این همه جمهوری اسلامی حتی افرادی را که خود تربیت کرده است و ایدئولوژی دولتی دارند و سیاست های دولت را اجرا می کنند تحمل نمی کند و اجازه نمی دهد که روزنامه نگاران خود حاکمیت نیز در تشکلی فعالیت داشته باشند یا تشکل صنفی داشته باشند که بتواند از حقوق روزنامه نگاران دفاع بکند. همچنین به بسته شدن دو روزنامه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، روزنامه ایران به خاطر اینکه شخصی مقاله‌ای راجع به واقعه اوائل اسلام نوشته بود که با سیاست‌های حاکمیت یکسان نبوده، و همچنین روزنامه آسمان به دلایل مشابه عملا کاملا یعنی قدغن شد و در قطعنامه اتحادیه اروپا به بسته شدن این روزنامه ها و جلوگیری از انتشار آنها اعتراض شده است. در هر حال اظهارات احمد شهید نماینده ویژه سازمان ملل برای ایران، سخنان دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین قطعنامه اتحادیه اروپا و قبل از آن سخنرانی یکی از مقامات بلندپایه دولت آلمان در رابطه با مسئله حقوق بشر در ایران یک موضوع را در واقع ردیف اول توجه اروپاییان و آمریکایی ها قرار می دهد و اون مسئله حقوق بشر است.
بسیاری از فعالین حقوق بشر و ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند نگران این امر بودند که با سازشی که بین جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا بر سر مسئله اتمی ایجاد می شود امکان دارد منجر به قربانی شدن موضوع حقوق بشر و زیر پا گذاشتن آن توسط جمهوری اسلامی و به اصطلاح بدون اعتراض جامعه جهانی بشود و این سازمان های حقوق بشری و شخصیت های فعال حقوق بشر همواره از کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی می‌خواستند که هر گونه رابطه تجاری، سیاسی، فرهنگی با جمهوری اسلامی بایستی با در نظر گرفتن بیانیه جهانی حقوق بشر و مواد الحاقی آن انجام بگیرد و به هیچ وجه سازش هایی که با جمهوری اسلامی صورت می‌گیرد نباید منجر به نتیجه گرفتن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گردد. این اعتراضات بی تأثیر نبوده. از طرف دیگر افکار عمومی جوامع اروپایی نسبت به موضوع حقوق بشر و اعدام افراد بیگناه و زندانی کردن کسانی که عقیده غیر از عقیده حکومت دارند برای افکار عمومی مردم اروپا و آمریکا غیر قابل قبول است و داشتن رابطه عادی با حاکمیتی که به اصطلاح حقوق ملت خود را رعایت نمی کند به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. این بود که فشار افکار عمومی جوامع اروپایی، فعالیت گروه های حقوق بشری و همچنین دوراندیشی بخشی از سیاستمداران باعث شده است تا موضوع حقوق بشر و نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در رأس توجه جهانی نسبت به مسائل ایران قرار بگیرد. می‌دانیم که از موقع توافق یا در واقع تسلیم ایران در رابطه با مسئله غنی‌سازی اورانیوم و اجلاسی که در ژنو 26 نوامبر انجام گرفت بعد از آن خیلی ها فکر می‌کردند که جمهوری اسلامی مسئله اتمی را با آمریکا و اروپایی ها و به طور کلی با کشورهای 5+1 حل می کند، توافق کرده و منافع کشورهای غربی عمدتاً باعث خواهد شد که آنها مسئله نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را ندیده بگیرند. این نگرانی همچنان موجود هست ولی در گذشته بیش از حالا، یعنی در ماه‌های گذشته بیش از حالا موجود بود. به همین جهت فعالیت سازمان‌های حقوق بشری باعث شد تا افکار عمومی مسئله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را کاملا در دستور کار خود قرار بدهد. می دانیم که جامعه جهانی طی 35 سال گذشته با جمهوری اسلامی روی 3 موضوع عمده همواره مشکل داشت. اولین موضوع یا اولین مشکلی که جمهوری اسلامی با جامعه جهانی پیدا کرد مسئله تروریسم، حمایت از تروریسم و صدور تروریسم بود. اشغال سفارت آمریکا در تهران و جلوگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی به مدت 444 روز نقض آشکار تمام قوانین بین‌المللی بود و یک عمل تروریستی توسط حاکمیت جدید جمهوری اسلامی علیه معیارهای دیپلماتیک در دنیا محسوب می شد. از اون به بعد البته حمایت از گروه های جهادی و تروریستی در منطقه و همچنین تشکیل گروه حزب الله لبنان با سرمایه کمک و حمایت مالی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی
و به یاری حکومت سوریه و به دنبال آن ایجاد گروه فلسطینی حماس و به نوعی به هم زدن تشکیلات سازمان آزادی بخش فلسطین و دوشقه کردن آن به صورت اسلامی و لاییک و همچنین به وجود آوردن و حمایت کردن از گروه های جهادی شبیه جهاد اسلامی و گروه های مشابهان و گروه های افراطی فلسطینی، همه دلیل بر حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم بوده و هست. دومین مسئله که در رابطه با جمهوری اسلامی جامعه جهانی مشکل پیدا کرده بود، مسئله نقض حقوق بشر بود. در جریان قتل عام زندانیان سیاسی، وجدان بشری نسبت به اعمال جمهوری اسلامی عملا جریحه‌دار شد و این نوع خشونت و بیرحمی نسبت به اسیران، نسبت به کسانی که در زندان هستند، برای مردم متمدن غیر قابل تحمل بود. در این رابطه نیز اختلافاتی که در واقع جمهوری اسلامی با جامعه جهانی پیدا کرد همچنان به قوت خود باقی است. در مورد سوم، مسئله غنی‌سازی اورانیوم و تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به بمب اتم بوده. این موضوع از 10 سال پیش، یعنی از سال 12 سال پیش، از سال 2002 بعد از آن که مرکز غنی‌سازی اورانیوم در نطنز شناسایی و در واقع به جامعه جهانی معرفی شد، موضوع تلاش جمهوری اسلامی برای دسترسی به بمب اتمی بسیاری را متوجه رفتار جمهوری اسلامی نمود و در همین رابطه تحریم‌های متعددی علیه جمهوری اسلامی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین کنگره آمریکا و اتحادیه اروپا وضع گردید. این سه موضوع، یعنی حمایت از تروریسم و صدور تروریسم، دوم نقض حقوق بشر و سوم تلاش جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی و ساختن بمب اتمی، سه موضوعی بودند که همواره بین جمهوری اسلامی و کشورهای متمدن به عنوان مشکلات عمده مطرح می شدند. یکی از این موارد در مقاطع خاصی به در واقع مسئله اصلی و موضوع اول تبدیل می شد، دو دیگری به دنبال آن مطرح می شدن. طی 2-3 سال گذشته مسئله غنی‌سازی اورانیوم کاملا اخبار مربوط به جمهوری اسلامی و ایران را تحت شعاع قرار می داد. این مسئله برای جامعه جهانی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. به همین جهت تحریم ها شدیدتر شد تا آنجا که صادرات نفت ایران از 3 میلیون بشکه در روز به 800 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و بعد تحریم های بانکی که باعث شد جمهوری اسلامی نتواند نفت فروخته شده به کشورهای دیگر را از طریق بانک ها به ایران در واقع برگرداند و پولش در آن کشورها بلوکه می شد. به ویژه که تشکیلات سویفت که در واقع رابطه بین بانک ها را انجام می دهد، جمهوری اسلامی را تحریم کرده بود و به بانک ها اجازه نمی داد که به جمهوری اسلامی پول انتقال بدهند. این مسائل همواره وجود داشته تا اینکه حسن روحانی را روی کار آوردند و جمهوری اسلامی به هر حال احساس کرد که اگر نفت بیش از این در تحریم بماند و درآمد جمهوری اسلامی روز به روز کاهش پیدا بکند، تا آنجا که مثل دوره صدام حسین فقط به نفت در مقابل غذا کاهش پیدا بکند، آنگاه جمهوری اسلامی نمیتواند
اقتصاد مملکت را اداره بکند و همچنین در کنار آن افراد و کسانی را که در واقع با استفاده از پول نفت می خرد و در خدمت خود قرار می دهد، در خدمت خود می گیرد، از اون مسئله نیست ناتوان خواهد ماند و اگر تحریم ها ادامه پیدا بکند بقای جمهوری اسلامی با خطر سقوط مواجه خواهد شد. به این خاطر سران جمهوری اسلامی چاره را در آن دیدند که با آوردن یک شخصیتی که به جای شعار دادن به اصطلاح سخن از صلح و آشتی بزند و همچنین به جای عربده کشیدن لبخند بزند تا بتواند دل مذاکره کنندگان غربی را به دست آورد. روی کار آوردن حسن روحانی عمدتاً برای شکستن تحریم ها بود و برای برداشته شدن تحریم ها نیز لازم بود که جمهوری اسلامی عمدتاً در مسئله غنی‌سازی اورانیوم کوتاه بیاید و دیدیم که کوتاه آمد. هرچند که این تسلیم در واقع زبونانه را علی خامنه‌ای نرمش قهرمانانه قلمداد کرده، میدانیم که در صحنه بین‌المللی همه متوجه این مسئله هستند که تحریم ها باعث شده است که جمهوری اسلامی احساس خطر بکند و کوتاه بیاید. تا آنجا که میدانیم اولین قطعنامه که به کنفرانس ژنو ارائه شده بود توسط جان کری وزیر خارجه آمریکا نوشته شده بود و جمهوری اسلامی تمامی مواد آن را قبول کرده بود و در آنجا نه جمهوری اسلامی نه کشور عادی بلکه فرانسه بود که به ضعیف بودن آن موضوع و به نوعی بازگذاشتن بعضی دریچه ها برای جمهوری اسلامی اعتراض کرد. از جمله مسئله کارخانه آب سنجین عراق بود که فرانسه اصرار داشت بسیاری کشور، اغلب کشورهایی که بمب اتم تولید کرده اند نه از طریق غنی‌سازی اورانیوم بلکه از طریق تولید پلوتونیوم در کارخانجاتی که آب سنجین تولید می کند انجام دادن. یعنی اگر جمهوری اسلامی در رابطه با غنی‌سازی اورانیوم توافق بکند با امریکایی ها و غنی‌سازی را متوقف بکند به معنی این نیست که از ساختن بمب اتمی دست برداشته است. می تواند از طریق تولید پلوتونیوم در کارخانه آب سنجین عراق نیز به بمب اتم نزدیک بشود و بمب اتم از طریق پلوتونیوم تولید بکند. این بوده که فرانسوی ها اصرار کردند و اون نوشته آمریکایی ها را که ضعیف ارزیابی می کردند تغییر دادند و چند مورد از قطعنامه را عوض کردند و جمهوری اسلامی همه اون چیزها را در واقع پیشنهادات فرانسه را نیز پذیرفت. و آنطور که مسئولین آژانس بین‌المللی اتمی در دیدار با روزنامه‌نگاران بیان می‌کنند، طی 4 ماه گذشته جمهوری اسلامی کلیه تعهداتی را که در کنفرانس ژنو پذیرفته بود اجرا کرده و همه آن موارد را رعایت کرده است. از جمله آنها توقف غنی‌سازی 20% بوده، تبدیل مواد غنی شده 20% به 3.5% بوده که اکسید کردن آن نیز خود هزینه بسیار سنگینی دارد، توقف عملی مرکز غنی‌سازی فوردو در نزدیکی قم بوده، همچنین مسئله عدم اضافه کردن به تعداد سانتریفوژ ها و از رد خارج کردن سانتریفوژ های پیشرفته و در کنار آن اجازه دادن به کارشناسان آژانس بین المللی که از هر نقطه‌ای که مورد نظرشان هست
بازدید بکنن و هر روز و هر وقتی که دلشون خواست برون به فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی سرچشی بکنن و از جاهای مورد نظر خود بازدید بکنند. اینها مواردی هستش که جمهوری اسلامی پذیرفته و عملا دارد به نقطه صفر برمیگردد. یعنی بعد از 12 سال تشنج همه جانبه با جامعه جهانی و وضع شدن ده‌ها تحریم کمرشکن و فلج کردن اقتصاد کشور، اکنون دارن عقب عقب می روند تا به سال 2002 برگردن و به نوعی با جامعه جهانی وارد مذاکرات لغو تحریم ها بشوند. در این مورد که جمهوری اسلامی مسئله اتمی را پذیرفته، خیالش راحت بوده که بقیه موارد مطرح نخواهد شد و ما می دانیم و از طریق مطبوعات غربی اطلاع پیدا می کنیم که در گفتگوهای اتمی با جمهوری اسلامی لیست بلند بالایی را مقابل نمایندگان جمهوری اسلامی گذاشتند و خواهان رعایت همه آنها شدند. از جمله اینکه تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی وضع شده همگی در رابطه با مسئله غنی‌سازی اورانیوم نبوده است. بخشی از تحریم‌ها راجع به مسئله حمایت از تروریسم بوده، بخشی دیگر راجع به نقض حقوق بشر و اعدام و شکنجه مخالفان و افراد بیگناه بوده و بخش سوم در رابطه با مسئله غنی‌سازی بوده. اگر تحریم ها در رابطه با غنی‌سازی برداشته بشوند، تحریم هایی که در رابطه با حمایت از تروریسم بوده و یا تحریم هایی که در رابطه با نقض حقوق بشر بوده به جای خود باقی خواهد موند. این است که اگر جمهوری اسلامی میخواهد تحریم ها برداشته شود و رژیم جمهوری اسلامی در جامعه جهانی پذیرفته بشود، بایستی روی همه مسائل صحبت بشود. صحبت کردن روی همه مسائل نیز از ابتکارات و پیشنهادات خود جمهوری اسلامی بوده. احمدی نژاد بارها در صحبت‌های خود گفته بود که مسئله اتمی ما بحث نمی کنیم. ما می خواهیم راجع به مدیریت جهان با کشورهای بزرگ بحث بکنیم. و یا جلیلی در دیدارهایی که در گذشته قبل از روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان نماینده ولی فقیه و نماینده ایران برای مذاکره با کشورهای 5+1 همواره در جلسات مطرح می‌کرد که ما بایستی راجع به همه مسائل صحبت بکنیم، راجع به افغانستان، راجع به عراق، راجع به لبنان و راجع به سوریه و راجع به مسائل دیگر. اکنون همین مسئله است که جامعه جهانی، کشورهای اروپایی و آمریکا در کنار مذاکرات اتمی مطرح میکنند که آری راضی به اینها هم بایستی صحبت کرد و به همین جهت مسئله حقوق بشر در رأس در واقع مسائل ایران قرار میگیرد و توجه به نقض حقوق بشر در جامعه جهانی بیشتر احساس می شود. ناراحتی جمهوری اسلامی از این بابت است که می بیند با اینکه در رابطه با مسئله اتمی تسلیم شده و کوتاه آمده است، ولی از طرف دیگر جامعه جهانی مسئله نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی را نمی پذیرد و خواهان رفتار سران جمهوری اسلامی در کادر منشور جهانی حقوق بشر است. اما آیا جمهوری اسلامی می تواند منشور جهانی حقوق بشر را رعایت بکند؟ واقعیت این است که چنین چیزی با حاکمیت فعلی امکان پذیر نیست.
اولا به دلیل شخصیت مسئولین حاکم در جمهوری اسلامی است که دست همهشان به خون ملت آغشته است و بسیاری از آنها به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت می توانند در دادگاه های بین المللی به محاکمه کشیده بشوند. به عنوان نمونه نور محمدی اکنون رئیس دادگستری یا در واقع وزیر دادگستری جمهوری اسلامی است. این شخص جزء هیئت سه نفری بود که از طرف جمهوری اسلامی، از طرف خمینی برای پاکسازی زندان‌ها تعیین شده بودند. اینان به زندان‌ها مراجعه می‌کردند و از زندانیان سه سوال می‌پرسیدند. یکی از سوال‌ها این بود که آیا نماز می‌خوانید؟ دوم این بود که آیا هنوز بر سر موضع سیاسی خودتان هستید؟ سوم این بود که اگر از موضع سیاسی خود عدول کرده اید حاضر هستید با جمهوری اسلامی همکاری بکنید؟ و در این رابطه اگر کسی در این سه مورد جوابهای مثبت نمیداد حکمش اعدام بود. به این ترتیب بود که در همان زمان آیت الله منتظری به اعدام زندانیان بیگناه اعتراض کرد و از مقام در واقع نایب ولایت بودن و جانشین خمینی بودن عزل کردید و تا آخر عمر خود نیز در خانه خود محبوس کردید. چند هزار نفر از زندانیان سیاسی به حکم این سه نفر که هیچ صلاحیتی نیز در امر قضا و حقوق نداشتند اعدام شدند و نور محمدی اکنون رئیس دادگستری، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی یکی از اون سه نفر است. یا حتی بقیه مسئولینش، بقیه مسئولین جمهوری اسلامی هر کدامشان به دلایلی در دادگاه های بین المللی محکوم شدند. کاندیداهای ریاست جمهوری که برای انتخابات ریاست جمهوری در گذشته کاندید شده بودند اکثرا کسانی بودند که به علت دخالت داشتن در ترورها و عملیات تروریستی در خارج از کشور تحت تعقیب پلیس بین المللی بودند. این نوع افراد اکنون زمام امور جمهوری اسلامی را در دست دارند. آنها به خوبی می دانند که رفتارشان ضد بشری بوده و قوانین بین المللی به خاطر عدم رعایت حقوق بشر توسط آنها، آنها را در واقع به حال خود رها نخواهد کرد. این است که وقتی میبینند که مسئله حقوق بشر در جامعه جهانی به عنوان یک موضوع جدی در برخورد با جمهوری اسلامی در آمده است، آشفته می شوند و به پرخاشجویی و اعتراضات بی ربط دست می زنند. می بینیم که عده بسیجی و افراد مزدور را جمع می کنند، جلوی سفارت یونان تظاهرات می کنند. یونان در حال حاضر ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را دارد و به عنوان اعتراض به رفتار خانم اشتون دارند به دولت یونان فشار می آورند. می دانیم که در ایران تظاهرات از این قبیل، تظاهرات خیابانی، فقط توسط عوامل دولت مجاز هست، وگرنه هر گونه جرد همایی و تجمع به صورت بیرحمانهی به خون کشیده می شود. اغلب کسانی که در این تظاهرات شرکت می کنند و گاهن 100% آنها پاسدار، بسیجی و اطلاعاتی هستند و به دستور مقامات بالا به عنوان یک انجام وظیفه اداری
جلوی سفارت یونان می روند تا در اونجا به اصطلاح با ادبیات خود جمهوری اسلامی به خانم آشتون به اتحادیه اروپا و سیاستمداران غربی توهین بکنند. در این رابطه صدور قطعنامه اتحادیه اروپا ضربه در واقع سیاسی بسیار سنگینی از نظر روحی به سران جمهوری اسلامی وارد کرده است. هرچند که تصمیمات اتحادیه اروپا مشورتی است و جنبه اجرایی ندارد، ولی قطعنامه اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که جامعه مدنی در ایران سرکوب شده و صدای مردم به هیچ جایی نمی‌رسد و اتحادیه اروپا با متحد کردن هیئت‌های اروپایی که وقتی به ایران می‌روند باید با مخالفان، با زندانیان سیاسی، با فعالین حقوق بشر دیدار بکنند، به معنی این است که اتحادیه اروپا می‌کوشد این ضعف جامعه مدنی در ایران برطرف بشود یا وظایفی را که جامعه مدنی ایران میبایست خود اجرا بکند اکنون به عهده جامعه جهانی و اتحادیه اروپا گذاشته میشود. عمده شدن مسئله حقوق بشر در جمهوری اسلامی چنان بر سران جمهوری اسلامی و به ویژه به نیروهای به اصطلاح خودشان اصولگرا گران آمده است که هیئت پارلمانی ایران که قرار بود به اروپا مسافرت بکند، مسافرت خود به اتحادیه اروپا و پارلمان اروپا را لغو کرده و حتی بعد از دعوت مجدد پارلمان اروپا از هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی، بار دیگر پارلمان اعضای جمهوری اعضای مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی این دعوت را برای وقت دیگری موکول کرده و بی جواب گذاشتند. از یک طرف جمهوری اسلامی می‌خواهد تحریم‌ها برداشته شود و رابطه عادی با جامعه جهانی داشته باشد، اما از طرف دیگر دیدار یک نماینده اتحادیه اروپا با چند نفر از فعالین حقوق بشر در داخل ایران چنان حاکمیت را آشفته می کند که دیدارهای دیپلماتیک خود را برهم می زند و حتی بخشی از نیروهای تندرو خواهان قطع مذاکرات اتمی می شوند. این سوال در اینجا مطرح می شود که آیا عمده شدن مسئله حقوق بشر در رابطه با جمهوری اسلامی می تواند به مذاکرات کشورهای پنج به علاوه یک با ایران در رابطه با مسئله غنی سازی اورانیوم تاثیر بگذارد یا آن را تحت شعاع قرار بدهد؟ اگر به اظهارات سخنگویان و مذاکره کنندگان در این موضوع استناد بکنیم، آنها میگویند که مسائل دیگر در مذاکرات اتمی دخالت نمی کند، اما به غیر از این موضع جدی رسمی که هم از طرف سخنگوی هیئت ایرانی و هم از طریق سخنگوی کشورهای پنج به علاوه یک مطرح شده است، میدانیم که در واقع تیره تر شدن روابط جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا خواه ناخواه بر مسئله پیشرفت مذاکرات غنی‌سازی اورانیوم نیز تأثیر می‌گذارد. اما این تأثیر تا این حد نخواهد بود و نیست که مذاکرات را متوقف بکند. مذاکرات در واقع جامعه جهانی به خواست خود رسیده است. جمهوری اسلامی دستهای خود را بالا برده و در رابطه با مسئله غنی‌سازی اورانیوم به تمام خواسته های آمریکایی ها تسلیم شده است و بله گفته است. در این رابطه
موقعیت مناسبی هست که اتحادیه اروپا، جامعه جهانی و ایالات متحده آمریکا خواست خود را به جمهوری اسلامی دیکته بکنند و آن را به یک سند کتبی تبدیل نمایند و آنگاه مسائل دیگر خود را پیش ببرند. چون شرایط هرگز برای فشار آوردن به جمهوری اسلامی تا به حال اینقدر مناسب نبوده است و این مناسب بودن شرایط به خاطر سیاست‌های نادرست سران جمهوری اسلامی بوده که کشور 80 میلیونی در یک منطقه حساس جهان را به ورشکستگی کشاندند و با ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی زندگی روزمره مردم را با مشکلات عظیمی مواجه ساختند. طی 35 سال گذشته جامعه ایران و ملتی که در ایران زندگی می کنند به عنوان به قدری از رقبای خود عقب ماندند که زمان زیادی طول خواهد برد تا بتوانند دوباره به این قافله تمدن برسند. کشورهایی که در مقطع انقلاب جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و از نظر موقعیت جهانی پایین تر از ایران قرار داشتند، اکنون فاصله عظیمی با ایران پیدا کرده و جلو رفتند. بهترین نمونه‌اش شیخ نشین‌های جنوب خلیج فارس است. اینها در اون مقطع در واقع دولت‌های تازه تأسیس شده‌ای بودند که هیچ گونه امکانات و وضعیت آبادانی خاصی نداشتند، ولی طی این 35 سال تبدیل به مراکزی شدند که ثروت، رفاه و پیشرفت در همه جای آنها به چشم می‌خورد. حال این مسئله نگاه کنیم با وضعیتی که در ایران به وجود آمده است. جمهوری اسلامی به اعتراف خودش نه تنها ملت را عقب نگه داشته، بلکه محیط زیست جامعه ایران را نیز نابود کرده است و به گفته آقای کلانتری که کارشناس در این مورد است، عیسی کلانتری، اگر وضع به همین حالت ادامه پیدا بکند طی 30 سال آینده دو سوم خاک ایران غیر قابل سکونت خواهد شد و این جنایتی است که علیه طبیعت، علیه مردم و علیه ملل ساکن در ایران توسط ماجراجویان جمهوری اسلامی انجام گرفته است. و به این جهت عمده شدن مسئله نقض حقوق بشر در حال حاضر فرصت خوبی است تا از این طریق فعالین حقوق بشر بتوانند صدای مظلومیت مردم را به گوش جهانیان برسانند و جمهوری اسلامی را بیش از پیش در مضیقه و تنگنای سیاسی قرار بدهند. هموطنان عزیز، در این قسمت برای چند لحظه ادامه تنفس می کنیم. بعد از چند لحظه من باز هم در خدمت شما خواهم.